سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن آفتابی و بهاری با شما خواهم بود در ساعت پیش رو 9:30 شب به وقت تهران، 7 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی. در این شماره از تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا میپردازیم به وضعیت اقتصادی در ایران. بر همین زمینه بررسی خواهیم کرد مهمترین خبرها در ارتباط با وضعیت کارگران ایران و اینکه در کارخانجات و مراکز تولیدی ایران چه می‌گذرد. نگاهی نیز خواهیم داشت به وضعیت کارگران زندان و در آستانه سالروز جهانی روز کارگر، کارگران ایرانی چه آینده‌ای در نظام فقیه پیش رو دارند. در نیمه نخست برنامه با من و شما هستند آقای منصور حسانلو، فعال کارگری و سندیکایی در نیوجرسی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای حسانلو گرامی، سلام به شما. سلام به شما و همه هممیهنانمون در هر جای جهان که هستن. آقای حسانلو، پیش از هر چیز مهمترین خبرهای کارگری رو امیدواریم خبرهای مثبت و امیدوار کننده ای باشه، چون متاسفانه هر خبری از ایران میرسه از جمله درباره کارگران ایرانی خبرهای خوشحال کننده ای نیست. شما چه خبر خوشحال کننده ایده؟ دلیلش این سیستمی که بر کشور ما حاکم شده اصلا تمایل به خوشحالی، شادی و آسایش و رفاه مردم نداره، والا کمی رفتار انسانی کردن و تغییر موضع دادن میتونه اون شادی و اخبار خوب رو که ما میخوایم در بر داشته باشه. شاید هم علتش این است که سطح مبارزات برای دریافت مطالبات هنوز به سطح سراسری نرسیده که امیدواری مزبگیران ایران با پیکارهایی که در پیش رو دارن به اون طرف حرکت کنن تا ما خبرهای شادی بخش هم داشته باشیم. از جمله بلا تکلیفی 190 کارگر هست در پی تعطیلی موقت مجتمع فولاد البرز در شهرستان تاکستان که موقتا این واحد صنعتی تعطیل شده. چرا؟ که این بلایی است که الان بر سر بیشتر کارخانجات متوسط و کوچک بخش فولاد و صنعت فلز کشور داره میاد، در اردبیل، در تبریز، آذربایجان، در زنجان و در بسیاری از شهرهایی که طی این سالها سرمایه گذاری شده بود برای راه اندازی کارخانه های فولاد و آهن، ما میبینیم که کماکان این وضعیت نیمه تعطیل کردن، پروژه رو در وسط راه متوقف کردن و گاه پروژه‌ای که صدها کارگر دارن اونجا کار میکنن رو تعطیل میکنن شده یکی از روش‌های این حکومت. چرا که حتی آهن و فولاد و ریل راه آهن، حتی ریل رو از هندوستان و چین دارن وارد میکنن و عملا معادن بسیار بزرگی که از آهن و زغال سنگ که در رابطه با معادن آهن و ذوب فلزات، کارخانجات ذوب فلزات جنب صنایع ذوب آهن هست، تعطیل شده. اما خب در مقابل اینا مبارزات و تجمعها و حضورها و درخواست گشایش خود همه کارخونه‌ها و گرفتن حقوق موقت و رسوندن سطح دستمزدها به حداقل خط فقر که مایی 3 میلیون تومان، 3 میلیون و 200 هزار تومان
از سوی خود مسئولین آمارگیری خود جمهوری اسلامی اعلام شده هم پیاپی ادامه داره. 1500 کارگر مراکز مخابرات روستایی مقابل شرکت مخابرات ایران دوباره تجمع کردند و دو سه روز در این تجمع ادامه دادند تا قولهای مثبت گرفتن برای نوع قراردادهای کارشون و قراردادهای رسمی که این 1500 نفر میتونیم بگیم به نمایندگی از 5000 کارگر دیگری که در این بخش کار میکنن حضور پیدا کردن و تونستن تا حدی جو و اخبار کارگر تحت تاثیر حضور خودشون قرار بدن. همچنین کارگران سیمان کارون در اعتراض به مطالبات موفقشون تجمع داشتن. همچنین کارگران زنجان میانرو کارخونه که لوازم ماشین‌آلات صنعتی میسازه، همچنین پتروشیمی تبریز، تراکتورسازی تبریز، ماشین سازی های اراکم در این نیروها به اعتراضات حضور داشتن. همچنین اعتراضات کارگرانی که در نیروگاه تبریز کار میکنن باعث شد که واگذاری این کارخونه جد به بخش خودمانی سازی که به کلمه خودمانی رو ما میگیم به جای خصوصی، چون دقیقا میشه مال مدیران، صاحبان قدرت نظامی در سپاه و افرادی از اطلاعات و حکومت که اومدن و این کارخونه رو تحت خصوصی سازی خودمانی میکنن و بلافاصله نیمی از کارگرها رو در اغلب این کارخونه ها اخراج میکنن به محض اینکه تغییر مالکیت میدن و کارگرها این تجربه به دست آوردن. به همین دلیل در برابر این خودمانی سازی دارن مقاومت میکنن. حالا خبرها زیاده، من تمایل دارم سیل این خبرها رو به سیر مبارزات مزدبگیران دیگر علاوه بر طبقه کارگر ایران، معلمان و پرستاران ایران که در طی حتما به اون نکته میرسم آقای اوسانلو. اما پیش از اون یک پرسش من دارم. اینی که مثلا فرض کنیم مثل همین مجتمع البرز میگن کارگران بلا تکلیف شدن، یا مثلا بوده بسیاری کارخونه ها میانی بنده صاحب کارخونه هر کسی که هست کرکره رو میکشه پایین میره دنبال کارش، پشت در کارخونم ده ها در موارد صد ها کارگر میمونن و معلوم نیست وضعیتشون چیه ماها و ماها. در جاهایی که به حال حساب کتابی در کار هست کارگران بلا تکلیف شدن وجود نداره. یه زمانی هست که تعطیل میشن، یه سندیکایی هست رسیدگی میکنن، حقوق میگیرن، حقوق بیکاری میگیرن، همه اینا. من میخوام بدونم در این زمان بلا تکلیفی وضعیت سفره این کارگران چه میشه؟ وضعیت کفش و لباس بچه این کارگران چه میشه؟ این بلا تکلیفی ممکنه ماها بلکه چند سال هم مواردی بوده، چند سال طول کشیده. کی مسئولشه؟ مسئولیت دقیقا به حکومت و دولت برمیگرده، چرا که در کمترین مسئله حتی صنفی کارگرا، کارمندا، پرستارا، نمیدونم معلمها، هر کسی که اعتراض میکنه و یا درخواست و مطالباتی داره، شما میبینید که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و نظامی اونجا سبز میشن. پس دقیقا حکومت خودش رو در مقابل طبقه کارگر، طبقه مزدبگیر ایران قرار میده. ببینید شما میگید چی میشه؟ ببینید مثلا الان در بسیار از معادن و کارخانجات بیش از 5 ماه، 3 ماه، 6 ماه، 9 ماه در صنایع چیتسازی مازندران تا 22 ماه و حتی 32 ماه ما اخبار و اطلاعات داریم که بسیار کارگران در حالت معوقه یا به حالت تعلیق در آمدن و حقوق اونها داده نشده. به قول شما وضعیت سفره اونها به نابودی کامل کشیده شده. علت اساسش فکر میکنم این است که خود کارگران موقع به پشت در کارخونه ها میان و این وضع رو میبینن، هنوز به نقطه نرسیدن که میتونن حرکت به جلو داشته باشن با حضور خانواده هاشون، با حضور افرادی مثل خودشون که اونها هم در همون شهر و منطقه داره بیکار میشن، کارخونه هاشون بسته میشه، یک نیروی متحدتری رو با انسجام بیشتری به حرکت در بیارن و بگن خب اگر شما فکر میکنید ضرر میده این بخشی از که به اصطلاح تولید، ما مدیریتش رو به عهده میگیریم و یک نوع مدیریت کارگری و یک نوع مدیریت
حتی مشارکتی رو در امور بر عهده بگیرن و به این شجاعت و باور برسن که میتونن با کمک کارمندای بخش دفتری و اداری و مالی که خیلی از اونها این تمایل به همکاری رو دارن، چون موقع کارخونه میخوابه اونا هم بیکار میشن و همشون مزد بگیرن، حالا یکی کار دفتری میکنه که کار توی کارخونه و پای دستگاه. این هستش که راه نجات اینه. ولی اگه میپرسیم چی میشه، عملا هم دولت و حکومت و هم کارفرمایان نسبت به سرنوشت کارگران و خانواده اونا کاملا بی‌تفاوتن. چرا که اصلی ترین مسئله برای حکومت این است که سردمداران حکومت، میلیاردرها، دزدهایی که از غارت 700-800 میلیارد دلار واردات پول نفت به ایران در همین 8 سال و 9 سال تریلیاردر شدن، به تریج قبای اونا چیزی بر نخوره و با پولی که میدن در جای مختلف خرج میکنن عوامل اجرایی رو هم میخرن. به همین دلیل تنها راهی که میمونه این هستش که کارگرها به همراه بقیه مزد بگیران اینا، یعنی به همراه پرستارها، معلمها و بقیه این نیروها، راه مشترکی رو پیدا بکنن برای احقاق حقوق خودشون که هم لحاظ عددی تعدادشون بیشتر بشه و به سطح ده ها، صد ها و میلیون ها نفر برسه، هزار ها و میلیون ها نفر برسه، و هم مسائل رو به شکل یه جنبش سراسری ما دیگه الان باید حل بکنیم. چرا که همین الان مثلا یه خبر باز مونده امروز صبح هستش که حتی بازنشسته ها الان ابراز نارضایتی دارن به دلیل که افزایش حقوقی که حتی به قول خودشون البته فقط شاید 10% یا 7% کارگر و کارمندا شامل افزایش حقوق میشن، چون قراردادشون رسمیه، بقیه قراردادها پیمانکاری و شرکتی و موقتیه. اونها الان معترضن به اینکه حقوقی که بهشون میدن به عنوان مستمر بگیر حقوق بازنشستگی زیر خط فقر است و یک موج نارضایتی هم از طرف جامعه بازنشستگی کارگری در کنار کارگران شاغل وجود داره که بیشتر از 1,200,000 نفر بازنشسته و 2,200,000 نفر مستمری بگیر رو شامل میشه. شما این اعداد بذارید کنار هم ببینید میشه 10 میلیون نفر با خانواده هاشون و یه قدرت بزرگ اجتماعیه که چون پراکنده است میتونن باهاش این رفتار ضد انسانی رو بکنن. یک نکته رو اشاره کردن، شما به اصنافی که اشاره میکنی، خب طبعا در تمام جاها، در جاهایی که حساب کتاب داره رو من میگم بسیار مورد اهمیت هست و تمام حقوقشون تأمین و از اصناف قدرتمند هستن. مثلا در آمریکا صنف کارگر از نظر اقتصادی و سیاسی بسیار قدرنده، معلمین همینطور، پرستاران همینطور، نه یه دعوایی باشه بخوان بزن، نه تمام حقوقشون هست. اینجا مثلا همین بغل خونه ما پایین تر یه 300-400 متر پایین تر دارن جاده سازی میکنن، ترمیم جاده، کارگرانی که اصلا من دیدم دیگه بعد کارشون تموم میشه پارکینگشون سوار ماشین هایی میشن که به هر حال رویاییست برای بسیاری در ایران غیر از داردسته هاشمی و بقیه حکومت کنندگان در ایران. بله، ولی در ایران صنف پرستار، صنف نازنین پرستار رو اشاره کرد. من دیدم در خبرهایی که باز گرفتاری ها همچنان ادامه داره و حل نشده. آقای اوسانلو چه هست قضیه؟ ببینید ما الان مسئله پر اهمیتی که داریم این است که حکومتی ها دائما یه سری قول و وعده وعید میدن ولی انجام نمیدن. همین در تو پرستاران اولی تجمع که شد، اگه یادتون بیاد پارسال آبان و آذر ماه بود و پرستاران اومده بودن جلوی دفتر رئیس جمهوری، میگفتن که بابا این حالا 100 تا 200 پرستار در کل ایران آمدن مدعی شدن، توجهی خواستن نکنن. بعد که تجمع دوم بالای 2,000 نفر، نزدیک به 3,000 نفر که معلم ها و کارگران در سوم اسفند 93 به اونا پیوستن و کل منطقه میدون بهارستان و مرکز تهران رو تحت تاثیر قرار دادن، اومدن وعده وعید دادن که چشم ما انجام میدیم، تبعیض دریافتی ها رو از بین میبریم، نبایستی یک دکترهای به خصوص حکومتی و هیئت امنایی که
واقعا الان جزو ظالمترین افراد شدن تو ایران متاسفانه اکثریتشون، یه اقلیتی مردمی و در سنگر مردم موندن این پزشکان که حالا این سریال حاشیه و اعتراض به اون و یه مقدار افشاگری از وضعیت مردم به زبان طنز هم در داخل ایران خیلی گل کرده و ده ها هزار نفر رو درگیر خودش کرده، قول دادن که این فاصله ها و این ظلم های بینی که علاوه بر دریافتی شرایط شغلی امکانات و بین پرستارا و پزشکان کم کنن. کمترین فاصله حقوقی که خود پرستارا نمایندهاشون اینو ارائه دادن 30 برابر دریافت پرکیس های بیمارستانی بود که پزشکان میگرفتن در مقابل تازه پرستارای متخصص و تکنسیان، یعنی اونی که یه کار تخصصی داره انجام میده، نه فقط بهیار و کمک بهیار و پرستاری که مثلا 3 تا پرستار به 40 تا تخت مریض باید برسن، نمیرسن، خانواده اونا میان تو بخش درگیر میشن به عنوان همراه. یه بساطی تو بیمارستانهای ایران که واقعا غم انگیز و بعضی وقتا همون صحنه طنزی که تو این برنامه‌های تلویزیونی آدمای شجاع درست میکنن رو نشون میده اونجا. به هر حال این بحثی که ما مطرح میکنیم به جایی رسید که حالا 3000 امضا هم پیامد اون از فقط مشهد فرستاده شده برای حکومتی ها که توجه بکنید به وضع پرستارا و هیچ کاری تا حالا نکردید از اسفند تا امروز. و ما در کنار کارگرها و معلم ها به اعتراضات خودمون ادامه خواهیم داد و جنبش مزدبگیران ایران از همینجا رونق خواهد گرفت. آقای استانلو ببینید، این بین خودمون تماشاچی هم که غریب نیستن، یه سوال من دارم. اینی که میفرمایید به پرستاران وعده دادن و عمل نکردن، خب این که نه جدیده نه عرض کنم خدمتون بیرون از صنف کسانی که در ایران حکومت میکنن. از روز اولش بنیانگذار جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای در نوفلوشاتو یه وعده هایی داده بود که بعد اومد در ایران خلاف اتفاقا اونا رو عمل کرد در موارد بسیاری. وقتی هم گفتن چرا، گفت خدعه بوده، اون موقع لازم بوده این حرفا رو بزنیم، این موقع لازمه اینطوری عمل کن. و بعدش همینطور بقیه که آمدن وعده هایی دادن، کارهای دیگه کردن در موارد بسیار خلاف هم کاره. چجوری میشه وعده های این آقایون رو باور کرد؟ باور که نمی کنن به نظر من، بلکه چون سطح سازماندهی ها هنوز پایین هست و بر اثر سرکوب ها و اخراج ها و حتی بازخرید کردن پرستاران، معلمان، کارگران و افرادی که سابقه مبارزاتی داشتن، در سندیکاها بودن، تجربه کار اجتماعی و سیاسی و مدنی داشتن، چانه زنی ها رو میشناختن، قوانین رو میشناختن، اینها رو با سرعت خیلی زیادی طی 10 سال گذشته نظام جمهوری اسلامی از سیستم های کارمندی، کارگری، پرستارا، از محیط کار به هر ترتیبی که بود بیرون کرد. در نتیجه کسایی که تو محیط کار باقی موندن خب افرادی بودن که طی 10 سال گذشته کم تجربه بودن و در حال آموختن و زیر فشارهایی هم که می اومد و دائما هم اینها بهونه ترس جنگ و انرژی هسته اینم حق مسلم ماست و حالا نمیم داعش اومده فردا با عربستان میخوایم دعوا دا بندازیم و جنگ را بندازیم، یه جوری هم مردم رو ذهنشون رو به انحراف ببرن که خوشبختانه کم کم هم تجربه کارگرا، پرستارا، معلما، کسا که طی یه سالهای گذشته فریب کلمات دینی اینها و استفاده اینها از ابزارهای دین رو برای شستشوی مغزی استفاده کردن رو کم کم نمیخورن و دیدن که همه اینا دروغ است و به قول شما همه خدعه و تقیه است و هیچ کدومش در جهت منافع مردم نبوده. هم این زاویه الان داره میشکنه هرچه بیشتر در بین کارگران، پرستاران، مردم، چون با واقعیت های زندگیشون مقایسه میکنن. هم این اطلاع رسانی هایی که از رسانه های سراسری تلویزیون های آزاد و مستقل داره میشه، هم استفاده از لوازم اینترنتی، سایت های مختلف خبری، وایبر، نمیدونم تلگرام، اینا سطح آگاهی داره بالا میبره. به همین دلیل شما میبینید که کم کم سطح مبارزات هم داره میاد بالا و امیدواریم که به زودی ما شاهد
یک اول ماه می 12 اردیبهشت تا 17 اردیبهشت یک هفته اعتراضی موزبگیران ایران در هفته آینده باشیم و با همدیگه بتونیم این روند مبارزاتی رو تعقیب بکنیم. خوبه، از من گفتن که هزار وعده خوبان یکی وفا نکند، اون یه بحث دیگه است. حالا در مورد این آقایون وعده دهنده ها در نظام ولایت فقیه چه صفتی میشه برای اینها به کار برد به جای خوبان نمیدونم، شما حتما فکر خواهید کرد و صفتی رو جستجو خواهید کرد. وعده هایی که فقط برای مالکشی به قول کوچه و خیابان و گذشتن از این پل هست، از پلی که هست فعلا تا بعد اون برم یه فکری لابد میکنه، در این مدت چون این بوده زمینه وعده هایی که دادن و هیچ یک از اونها عمل نشد. از جمله آقای خمینی و وحزاب در ایران آزاد هستن، حتی برای کمونیست ها عشق ریخت که اینا فرزندان من هستن شنین و چنان، ولی خب دیدی چه شدان چه که شد. پول نفت رو چه خواهیم کرد، دیدیم پول نفت چه کردن باشه. برحال این بحثا به کنار، اما یعنی فعلا به کنار. آقای اوسانلوی عزیز، تجمع معلمان بود در سراسر کشور، به طور فشرده به ما بفرمایید چه مطالباتی داشتن و به کجا رسید اعتراضات معلمان گرانقدر ایران و زحمتکش ایران؟ بفرمایید. ما اگه خاطرتون باشه از دهم اسفند که اون تجمع سراسری با حمایت همه معلم ها در سراسر کشور رخ داد، چند مسئله اساسی رو معلم ها تغییر کردن به دلیل اینکه از شهریور گذشته که شورای سراسری کانون های صنفی و دیگر انجمن های صنفی معلمان به اصطلاح اومدن و اولین جلسه سراسری خودشون رو در تهران برگزار کردن، به خاطرم میاد ما هم این مسئله رو کاملا با هم دیگه تعقیب کردیم. یه اتفاق جالبی که افتاد این بود که نه فقط کانونهای صنفی و یا شورای مرکزی تشکلهای صنفی معلمان در این امر وارد شدن، بلکه پس از اون تا همین امروز ما ده ها بیانیه و اطلاعیه از سوی ده ها ارگان معلمان به شکل شبکه‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی داشتیم که باعث شد کماکان اون اعتصابا و اعتراضا در استانهای مختلف، شهرستانهای مختلف، حتی مدارس به شکل انفرادی در خیلی شهرهای کوچیک، در نیریز، در تفت، در یزد و در حتی بعضی از جایی که بخشهای روستایی بودن این اتفاق تجمعات و اعتراضات ادامه پیدا کرد و فقط منوط به یک کانون صنفی نبود که حکومت بیاد مثلا با دستگیر کردن اعضای کانون صنفی خیالش راحت شه بگه این جنبش رو میتونه بخوابونه. به همین دلیل هم مجبور شد مدارا بکنه و جنبش ادامه پیدا کرد. 27 فروردین هم که همه اخباراش منتشر شد، سخنرانی های شجاعانه معلمان در یزد، در شیراز، در خوزستان، در مشهد که آقای هاشم خواستار خودش هم از زندان تازه اومده بیرون ولی با شجاعت از آزادی رسول بوداغی آقای باقری و بقیه همکاران دفاع کردند و در کل خواسته های اساسی که مطرح شد افزایش حقوق به بالاتر از خط فقر برای عموم فرهنگیان شاغل و بازنشسته که روی پلاکارد ها معلمان نشون دادن، دستش رو گرفته بودن، خط فقر 3 میلیون تومان، حقوق ما 1 میلیون تومان، برقراری بیمه تکمیلی مؤثر و کارآمد و فراگیر که با حق بیمه معقول و مناسب همراه باشه، یعنی همه امکانات بهداشت و درمان رو بده، بازگشت به کار همه فعالیت معلمانی که به خاطر فعالیت‌های صنفیشون بازداشت و زندانی شدن، درخواست حضور نمایندگان شوراهای سراسری فرهنگیان کشور در کارگروه‌ها و در مراکز تصمیم گیری برای معلمان، اجرای اصل 3 قانون اساسی که تحصیل رایگان و پرهیز از طبقاتی کردن و خصوصی سازی اونها بود و در خود قانون اساسی از اصل 3 قانون اساسی که تحصیل رایگان برای همه بچه‌های مردم باید باشه و اینکه وزارت آموزش و پرورش سیاست‌های حفاظتی هم اخلاقی رفتاری بایستی داشته باشه هم امکاناتی. شما نکنید 3 روز 4 روز پیش کف مدرسه تو جنوب تهران، نه شهرستان،
فرو کشیده شد و چندین دانش آموز افتادن توی چایی که به وجود اومد و با کمک معلم‌ها و همینطور افراد نیروی آتش نشانی که اومدن بالاخره بچه‌ها رو نجات دادن. بحث این است که امروز مبارزه معلم‌ها فقط مبارزه خودشون نیست، مبارزه برای دانش آموزانشون هست. شما ببینید در شیناباد، اردبیل، جاهای مختلف که کارگر معلم‌ها با دانش آموزا هستن، موقع مدرسه آتش میگیره معلم هم همراه دانش آموزاش میسوزه، بچه ها میفتن تو رودخونه، داره رودخونه اینا رو میبره. در غرب ایران در مدارس عشایری معلم به دنبال اونا میره نجاتشون بده، کشته میشه. و در هر اتفاقی که برای معلم و دانش آموز میفته توی مدرسه، نتیجهش به هر دوتا میرسه. به همین دلیل است که دعوت کردن خیلی از معلم ها در کامنت هایی که در سایت های مستقل خودشون گذاشتن، از جمله سایت حقوق معلم و کارگر، که حتما بایستی دانش آموزان هم در عرصه این مبارزات آینده و درخواست های اعتصابی که از دوم اردیبهشت تا 17 اردیبهشت به شکل های مختلف در سراسر کشور دریافت حضور پیدا کنن و خانواده های دانش آموزان هم مطلع بشن از طریق دانش آموزا که همون کارگر و کارمندا هستن و در کنار همدیگه این اعتراضات رو ادامه بدن از 11 و 12 اردیبهشت تا 17 اردیبهشت. همچنین تهیه تومان متناسب با درخواست های منطقه‌ای و کشوری که در گرد همایی پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 که همه معلم‌ها در همه شهرستان‌ها خواهند آمد، این تومارها را هم در اونجاها جمع‌آوری و امضاها رو بگیرن به عنوان سند تاریخی، هم برای ارائه به حکومتی‌ها، هم برای ارائه به نهادهای بین‌المللی فدراسیون‌های کارگران و معلمان جهان. خب ببینید، وقت اون کم اولا آقای حسین‌لو گرامی متأسفانه و مسئله و موضوع بسیار وسیع و مهم، معلمان زندانی، کارگران زندانی، رسول بوداقی، بقیه و بسیاری زندانیان دیگه، ایران خب از جهاتی دارای رکورد هست، اولین کشور در جهان هست که تعداد وکلایی که به زندان رفتن و هنوز هم در زندان هستن بی سابقه است. در بسیاری از کشور بی سابقه است که این همه وکیل، هر وکیلی رو که از حقوق مردم دفاع کرده یا موکلی داشته، فعال حقوق بشر، موکل سیاسی داشته، خودش هم سر از زندان داره. ببینم رسمی است که حکومت دینی در ایران بنا نهاده. از شما میشنم آخرین خبرها رو در مورد زندانیان در ایران، معلمان زندانی و کارگران زندانی. من اول میخوام اشاره کنم به شجاعتی که زندانیان ما همون زندانها دارن، چرا که میبینید رسول بوداقی رو الان دوباره دارن میبرن، 6 سال زندان تعمل کرده، تیر ماه باید آزاد شه. همه کانونای صنفی معلمان هم خواهان آزادی رسول بوداقی، آقای باقری، مهدی فرایشاندیز و بقیه معلمان عزیز و کارگران زندانی شدن و بارها همه نهادهای کارگری، معلمان و حتی خبرنگارها و نهادهای به اصطلاح جنبش‌های همبستگی مردم ایران خواهان آزادی همه این زندانیان سیاسی شدن. ولی نه فقط زندانی‌ها رو آزاد نکردن، شما دیدید برای بهنام ابراهیم زاده حکم 9 سال و نیم زندان جدید دادن، برای مهدی فرایشاندی 3 سال زندان جدید دادن، برای حشمت تبرزدی بارها بردن و باز افزایش زندان دادن و همچنین فریادهای اعتراضی که مصطفی اسکندری همین دیروز پیروز در زندان کشید و خواهان به اصطلاح تغییر این حکومت شد از درون زندان با فریادی که میزد در زندان رجایشهر در هواخوری، مرگ بر اصل ولایت فقیه، چرا که نمیگذارن هیچ وکیلی دفاع از پرونده این دانشجوی پزشکی رو به عهده بگیره. همچون که رسیل و بوداقی رو الان دوباره بردن به شعبه 6 بازپرسی مجتمع قضای مقدس، رسول هم اونجا حتما ایستاده و از حقوقش دفاع کرده و احتمالاً دوباره اینها میخوان برای رسول بوداقی باز هم زندان صادر بکنن و این بیانگر اینه که حکومت میترسه که این زندانیان معلم، کارگر آزاد شن و از زندان بیرون بیان. اما یه اتفاق جالب داره میفته، اینه که از درون زندان فریاد این زندانیان در حمایت از معلم ها، در حمایت از کارگرها، پرستارا و هر جنبشی که در خارج از زندان وجود داره
این زندانیان شجاع نامه امضا میکنن، افشین حیرتیان، شاروخ زمانی، خالد هردانی، ساله کهندل، سعید ماسوری، علی محمد منصوری، حشمت تبرزدی و بقیه عزیزان کمی جدیدن هم دیروز این نامه با 17 امضا دادن بیرون در حمایت از به هم پیوستن جنبش مزبگیران ایران که در هفته آینده تبلور اون رو در روزهای 11، 12، 13 تا 17 اردیبهشت خواهیم دید و روحی مبارزاتیشون با این همه سرکوب رشد کرده و بالاتر قرار گرفته. آقای حسنلوی عزیز، سپاس بسیار داریم از شما، امیدواریم روزی با اخبار خوشحال کننده هم برای ما و برای بینندگان باشین. اخبار متاسفانه همونطور که اشاره هم کردیم اخبار غم‌انگیزی است. کسانی مثل رسول بوداغی، ارژنگ داوودی، اینا چک کردن در کجای دنیا چون این افرادی رو به زندان میفرستن، در جایی که حساب و کتابی در کار هست. و اون وقت این ادعا در میان که حکومتی که در ایران هست یک حکومت معنوی است، حکومتی نماینده الله بر زمین، نماینده خداوند بر زمین. به زندانیان نگاه کنید، مهدی گرو و بقیه، چه کسانی در زندان هستند و چه کسانی آزاد. سپاسی دوباره از شما آقای حسنلوی گرامی. من هم سپاسگزارم و تا برنامه بعدی و حضور بعدی از شما و همیهنان هم خداحافظی میکنم و سپاسگزارم. تا برنامه بعد که با هم و همراه بینندگان خواهیم بود. این که من اشاره میکنم چه کسانی آزاد، در جمله آقای پور محمدی در قتل بیش از 3000 نفر در دهه 60 نقش مستقیم داشته، آزاد که به کنار در مقام وزیر دادگستری در دولت حسن روحانی و بسیاری دیگه از کسانی که در کشتارها و قتل انسانها در ایران نقش مستقیم داشتن در پی انقلاب و دارای سمتهایی هستند همچنان در جمهوری اسلامی. بسیار پی میگیریم. تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی فردا در ادامه برنامه آقای رضا تقی‌زاده با من و شما خواهند بود. نگاهی خواهیم داشت به اوضاع اقتصادی در ایران، اینکه بانو مادری در ایران ناچار میشه برای گذران زندگی و ودیعه گذاشتن برای آزاد ساختن همسرش از زندان نوزاد خودش رو بفروشه، این از نظر اقتصادی چه معنایی داره، بازتاب دهنده چه وضعیت اقتصادی در ایران است. این اتفاق و این رویداد در مشهد روی داده. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس اقتصادی و امور بین الملل در انگلستان. سلام به شما آقای تقی‌زاده عزیز. سلام به شما چالنگی، سلام به بینندگان شما و خوشحال از حضوری دوباره در برنامه تفسیر خبر. باعث خوشحالی ما و بینندگانی هست که همراه شما هستیم. آقای تقی‌زاده عزیز، ببینید در ایران اون چیزی که آقای خمینی وعده داده بود خب به کنار، 30 سال گذشته و کم و بیش همه ما میدونیم، بینندگان عزیز هم میدونن، اما روند اقتصادی در همین یکی دو سال اخیر دولت آقای حسن روحانی رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا گشایش یا ادعاهایی که میکنن فروکش کردن بسیار تورم واقعی است؟ گشایشی در زندگی اقتصادی مردم به وجود اومده؟ برنامه روشنی آقای روحانی
که ارائه کرده بود اگر ارائه کرد به نتیجه رسیده یا نه همه مسائل و مشکلات اقتصادی ایران وابسته به تحریم هاییست که ناشی از برنامه اتمی؟ طبیعتاً کسایی که در داخل ایران زندگی میکنن بیشتر از نظیر من یا شما که خارج از ایران هستیم مسائل مربوط به اقتصاد ایران رو با زندگی روزمرهشون لمس میکنن. اونچه که ما برای تحلیل داریم آمار و ارقامی است و گزارش هایی است که از وضعیت اقتصادی ایران بیرون میاد. در این مورد که آقای روحانی واقعاً طرحی برای مقابله با مشکلات اقتصادی ایران داره به نظر من نداره. برنامه آقای روحانی اصلا روشن نیست که آیا ادامه اقتصاد کنونی دولتی ایرانه، آیا به سمت گشایش اقتصادی گام برخواهد داشت، آیا آزادی های رقابت رو فرصت خواهد داد، آیا با فساد اقتصادی مبارزه خواهد شد، آیا برنامه ریزی اقتصادی جای خودش رو به تقویت بخش خصوصی و تقویت طبقه متوسط خواهد داد. اینها پرسش هایی است که در پایان دو سال دولت آقای روحانی کمترین پاسخی برای اون وجود نداره و آقای روحانی عملا برنامه های اقتصادیش رو به صورت واکنشی در رابطه با تحولات سیاسی و امنیتی ایران و منطقه شکل میده. حتی شاخص هایی مثل قیمت ارز یا موقعیت پول ملی در رابطه با تحولاتی صورت میگیره که کمتر شکل اقتصادی داره و مسائل اقتصادی ایران از اونها تأثیر میگیرند. اگر امروز مذاکرات اتمی به یک نتیجه موقتی دست پیدا کرد و قیمت ارز در بازار به صورت طبیعی یا واکنشی تنزل پیدا کرد، در فاصله چند روز دولت برای حفظ درآمدهای خودش به نوعی به این تحول واکنش نشون میده و با افزایش دادن نرخ تبدیل رسمی چنان که امروز در تهران صورت گرفت جلوی کاهش نرخ ارز رو میگیره و کمک میکنه به افزایش نرخ ارز برای تأمین درآمدهای خودش، به این بهانه که اونها در تعیین نرخ ارز دخالتی نمیکنن ولی از نوسانات به اصطلاح رئیس بانک مرکزی غیر عادی ارز میخوان پیشگیری بکنن. این نمونه ای از اقداماتی است که به صورت واکنشی آقای روحانی و دولت رو انجام میدن بدون داشتن یک طرح مشخص اقتصادی. آقای اعتمادزاده شما قطعا در جریان هستید، میدونید من برای برخی از بینندگان بگم که بردهداری و برده فروشی در ایران، یعنی برده فروشی واقعا با همین کلمه رواج داشته در زمان قاجار و ادامه پیدا کرده در جنوب ایران و در نقاط مرکزی هم با نظر حاکمان شهر، تا اینکه در 1307 رضا شاه پهلوی قانون بردهداری رو در ایران، خرید و فروش برده رو لغو کرد و به شدت این بساط رو برچید برخلاف اعتراض بسیاری از روحانیون اون زمان که میخواستن این بازار باشه. طبق استنباط اونها از شریعت برده فروش، خرید و فروش برده یکی از ملزمات یا الزامات فقهی بود که روحانیت شیعه هم اجرا میکرد. به هر حال اون یه بحث دیگه چه استنباطی داشتن یا نداشتن. حالا بعد از مدت‌های مدید، سالیان سال بعد از انقلاب اسلامی، ما میبینیم یک شکل دیگه خرید و فروش انسان در ایران رواج پیدا کرده. مسئولان خود حکومت بودن آقای طریق‌زاده که چند پیش، حدود 8-9 ماه پیش میبخشید، گفتن که در دروازه قار افرادی که معتادن بچه ها رو، کودکان رو خرید فروش میکنن. این یک خبر گذشته. خبر جدید باز عذر میخوام این هستش که در مشهد همسر زنی به زندان میره، مردی به زندان میره، همسرش حامله است، حالا دعوا کرده بود، زندانی شده بود، برای آزاد کردنش نوزادی رو که به دنیا میاره میفروشه. درسته که پیامدهاش دستگیر میشن، اون که خریده، اون که فروخته، همه اینها، ولی ترجمه اقتصادی این چی هست آقای طریق‌زاده؟ در یه جامعه وقتی کسی، مادری، نوزاد خودش رو برای گرفتن پول، حالا برای هر احتیاجی، آزاد کردن شوهرش، در رضایت شاکیان از شوهرش، بر دلیلی و
وقتی یک مادر راضی میشه بچهشو بفروشه، نوزادشو بفروشه برای گذران زندگیش گرچه هست، ترجمه اقتصادی این چی هست در کشور ثروتمندی مثل ایران؟ این مثال رو آقای چالنگی من و شما شنیدیم که فقر مادر همه فساد هاست. در مورد وضعیتی که شما اشاره کردید و پدیده‌ای که از اون یاد کردید، بدون تردید این مثال فارسی که شاید ریشه فارسی هم نداره به طور کامل صادقه. شاید فروختن انسان یا بردهداری دردناکترین پدیده‌ای نباشه که امروز در نتیجه فقر در ایران جا افتاده و طبقات مختلف فقیر جامعه از اون رنج میبرند. مسئله فحشا، مسئله اعتیاد به مواد مخدر، بیکاری، بیماری، مرگ‌های زودرس ناشی از بیماری به علت در دست نبودن دارو و درمان کافی از دیگر عوارضی است که فقر اقتصادی به جامعه ما تحمیل کرده. البته از حق نگذریم که پدیده فقر همین عوارض رو در نقاط دیگر دنیا هم داره. همین امروز در پارلمان اروپا مصوبه ای رو مطرح کردند که ایتالیایی ها دنبال اون هستند و صدور انسان به صورت مسافرها یا پناهندگان عازم این کشتی ها رو به نوعی اقدام در جهت بردهداری معرفی کردند. یا پیش از اون در بخشی از نقاط فقر زده حاشیه لندن عده‌ای از آدم فروش‌های آسیا اروپای شرقی تعدادی رو خلاف خواسته های خودشون انسان نگه می‌داشتن و این انسان‌ها رو شاید به کار ناسواب می‌گرفتن و از این اقدام هم به عنوان بردهداری یاد می‌کردن. ما تا چند دهه پیش چنین پدیده‌ای رو به علت نبودن فقر پایه در جامعه‌مون نداشتیم، ولی علارغم شعارهایی که جمهوری اسلامی مطرح میکنه، علارغم نویدهای خالی و پوچی که به جامعه داده میشه، متاسفانه فقر در جامعه ایران در حال رشد کردنه. فاصله بین طبقه مرفه و طبقه فقیر در حال افزایشه. شمار فقیرها دائما رو به افزایشن و شمار ثروتمندها رو به کاهش، ولی شمار ثروتمندها اگرچه به تعداد کاهش پیدا میکنه ولی از نظر اندوخته رو به افزایشه. یعنی هر روز تعداد محدودتری از نزدیکان به طبقه حاکمه تمامی امکانات سرمایه جامعه رو در اختیار میگیرن. این سرمایه از طرف خدا نازل نمیشه، از کشور دیگری به ایران وارد نمیشه. اینها دارایی های اکثریت مردمه که به صورت ناسواب با توسل به فساد، استفاده از راندخاری، از طبقات محروم به زور و با حیله گرفته میشه و در اختیار کسانی قرار میگیره که در قدرت دولت سهیم هستند، کسانی که از امکانات دولتی برای این نقل و انتقال برخوردارن، عوامل منسوب به دولت. همین امروز به گفتگوی توجه بکنید که در مورد عباس ایزدپناه، دوست سابق آقای مهدی هاشمی که چند سالی است گفته میشه مفقود شده ولی خانواده او اعتقاد دارند که کشته شده و او در پرونده فساد مالی بزرگی منصوب به آقای مهدی هاشمی و مرتبط با شرکت نفت کرسنت دستگیر شده بود. خب یک بخش از این فعل و انفعالات مربوط به تشکیل شرکتی بود که در نتیجه اون بتونن راندهایی رو که میگیرن، رشوه هایی رو که در نتیجه امضای قراردادهای نفتی میگیرن و همدیگه منتقل بکنن. خب آقای هاشمی این قرارداد رو با من و شما امضا نمیکنه، با کسانی امضا میکنه که با او نزدیک هستن. شبیه این الگو رو ما در اقدامات آقای بابک زنجانی هم دیدیم. در نتیجه وجود فساد دولتی، در نتیجه اجرای اقتصاد دولتی، در نتیجه نبودن حق نظارت مردم به خرج کردن دارایی های اونها توسط یک دولت، اقتصاد ایران رو به سقوط میره. در نتیجه سقوط مردم از فقر بیشتر رنج میبرن و در نتیجه فقر پدیده های پلید اجتماعی در کشور ما شکل میگیره که اون چی که شما اشاره کردید
یعنی بردهداری مدرن یکی از پدیده‌های ناشی از فقر اقتصادی است. آقای طرزاده عزیز اشاره کردید به انگلستان، به جامعه اروپا، اتحادیه اروپا، تصمیماتی که گرفتن راجع به خرید و فروش انسان‌ها یا اتفاقاتی که در ارتباط با پناهجویان هست. بله، در همه جا فقر هست. نشونه‌های بسیار دردناک از فقر در بسیاری از کشورها هست، اما حکومت‌های هیچ کشوری، هیچ حکومتی در هیچ کشوری به جز ایران نیست که رهبرانش ادعا می‌کنند که نمایندگان خداوند بر زمین هستند. ولی فقیر چنین ادعایی رو در ایران دارد. این یک مسئله. مسئله دوم، در تکمیل صحبت‌های شما، این که اشاره کردید به همین داستان آقای عباس ایزدی یا یزدانی که البته گفته شده کشته شده، جسد ایشون رو در سواحل امارات پیدا کردن در جنوب خلیج فارس و گروه هاشمی رفسنجانی. ببینید، در ایران ظاهرا فساد مالی هم خودی و غیر خودی داره. یعنی یه کسی که به خاطر لقمه نانی ناچار به دزدی شده، ممکنه انگشتاش رو ببرن، قطع کنن یا هرچه، به زندان بره و سر صدایی هم نیست. ولی کسی داردسته رفسنجانی یا داردسته بابک زنجانی یا داردسته بقیه خبری نیست، اتفاق خاصی نمیفته مگر اینکه اختلافات سیاسی درون حکومتی باشه یا درون جنایی. ارزیابی شما رو میشنویم، چرا پرونده هایی مثل آقای بابک زنجانی و بقیه یک مرتبه به زیر آب رفتن و خبری نیست، و آقای زنجانی هم رفت آمدش به دادگاه های اروپایی و آمریکایی است بسیار. بله، بفرمایید. حق با شماست. باز من متوسل میشم به یک ضرب المثل دیگر فارسی که میگه اره‌ش وقت دسته خودش رو نمیبره. فسادی که در دولت و نزدیک به منصوبین حکومت ما شاهد هستیم فساد خودی هاست. اونهایی که قطع دست و انگشت میشن مردم هستند، مردمی که عملا از دولت جدا موندن و کمترین نظارتی بر سرنوشت خودشون هم از اقتصادی یا سیاسی ندارن و این نظارت به طور قطع به دولت و حکومت اعمال نمیشه، چون قوه قضاییه دست خودی هاست. اونها هم خودی ها رو در پناه میگیرن به جای محاکمه کردن، چنان که الان ماها از زمان دستگیری یک دزد 3000 میلیونی میگذره آقای بابت زنجانی و مردم هنوز کمترین اطلاعی حتی از تفهیم اتهام به این انسان هم ندارن. کسی که به هر حال دست پرورده جمهوری اسلامی است، خودش رو بسیجی اقتصادی معرفی میکنه و اگر مورد وثوق و نزدیک به عوامل حکومت نبود، مورد اعتماد برای نقل و انتقال و فروش نفتی که متعلق به مردم ایرانه قرار نمیگرفت. ولی همونطور که شما اشاره کردید، به دفعات ما از اون زمان تا به حال شاهد مجازات کردن انحرافهای خرده پاها بودیم که برای سیر کردن شکمشون شاید متبصر شدن به دزدی یا عمل خلاف دیگری و دولت اونها رو برای پوشاندن تصویرهای بزرگتر و پوشاندن خلافهای بزرگتر و تظاهر به این که همچنان در جامعه اونها به دنبال اجرای عدالت هستن، عدالت از نوع خودشون، به مجازات اونها رو میرسونن. این طبیعت هر حکومت اقتدارگرای دیگری است که در اون مردم قدرت نظارت ندارن. ببینید، در آمریکا نمونه های یا بخش های از کتابی در مطبوعات منتشر شده، چه نیویورک تایمز چه واشنگتن پست. برای بینندگان من توضیح میدم، قطعا شما در جریان هستین، درباره بنیاد کلینتون. بنیاد کلینتون، پرزیدنت کلینتون بنیادی رو انداخت که خانم هیلاری کلینتون هم در اون بنیاد در واقع معاونت داشت، و این بنیاد که قرار کارهای خیریه بکنه. برای این بنیاد صدها میلیون دلار از این ور اونور کمک گرفته. الان انگوش گذاشتن روی این نکته که از کشورهای کمک گرفته که در اونجا حقوق بشر رعایت نمیشه، و بعد به بسیاری از کسایی که به این بنیاد کمک کردن، خانم هیلاری کلینتون
در واقع زمینه ها رو فراهم کرده که قراردادهای کلونی دولت آمریکا با اونها ببنده، چه وزارت خارجه چه وزارت دفاع. یکی از کسان حال در حاشیه، یکی از کسانی که به این بنیاد 8,700,000 یا 900,000 دلار کمک کرده، یک تاجر بزرگ استرالیایی هستش که با ای بعدها به طور مخفی با ایران معاملات تحریم ها رو لغو کرده، و داستان های زیادی هست. این کتاب قرار فردا جمعه در آمریکا در تیراژ وسیع منتشر بشه. حرفا این هستش که چون ایشون نامزد ریاست جمهوری هست، از همین الان انگشت ها نشانه رفته به نقاط ضعف خانم کلینتون، مثل بقیه نامزدها اگه نقطه ضعفی دارن. اما در ایران به صراحت حتی نمایندگان مجلس، مسئولان حرف اینو میزنن آقای تغیزاده که پولهای کثیف وارد انتخابات شده بود، خیلی ها رو این پولهای کثیف به مجلس فرستاد و همچنان هم داره وارد میشه برای انتخابات بعدی و هیچ خبری هم نیست. مقایسه درستی است. در ایران هم صحبت از وجود پولهای کثیف بود، ولی یکی از این نمایندگان مجلس با قامت افراشته و سر بالا گرفته اعلام کرد که این پولها در انتخابات خرج میشده و در تمام شهرستان ها در تمام طول انتخابات گذشته این پولها رو میدادن و میگرفتن. مسئله دردناک این است که آقای چالنگی، انقدر فساد در تمام زمینه ها در جامعه ایران رشد کرده که وجود این نمونه ها دیگه موجی ایجاد نمیکنه، انگشت تعجبی رو به دهان نمیبره. چنان که مثلا در طول چند سال گذشته وجود تعداد کثیری از تلفن های همراه در دست مردم مبادله تصاویر چندشاور کشته شدن آدم ها سر بریده، جنایتی که صورت میگیره در تمام نقاط دنیا نه تنها در ایران، بین مردم ایران دست به دست میشه و مردم ایران به نوعی به خواب خرگوشی رفتن. ظاهرا حتی در مورد این تصاویر دردناک هم آزاری و آسیبی تعداد زیادی از اونها نمیبینن و این قضیه شکل متعارفی پیدا کرده. در مورد فساد مالی هم همینطوره. انقدر این دولت مردان جمهوری اسلامی در فساد بوته خوردن و این قضیه فاسد بودن اونها، مبادله پولهای کثیف، راندخاری در جمهوری اسلامی تکرار شده که دیگه امروز واقعا ابروی کسی رو هم بالا نمیبره و این جای تاسفه که جامعه ایران با سرعتی در حال سقوطه که مردم ایران اون رو احساس نمیکنن، ولی مردم دیگر خارج از ایران وقتی این تحولات رو میبینن شاید بیشتر از مردم ایران متعجبن که چطور این تحولات در ایران صورت میگیره ولی موجی رو بر نمیانگیزه. سپاسگزار هستیم آقای تغیزاده عزیز، با سپاس از شما در انگلستان. امیدوارم در برنامه های آینده با من و بینندگان تفسیر خبر همچنان باشید. آقای تغیزاده گرم، وقت شما خوش. کم کم به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با ما در تماس باشید در هر کجا که هستید، از طریق نشانی هایی که بر صفحه تلویزیون خودتون میبینید، این صفحه فیسبوک صفحه خود شما هست، هر نظری پیشنهادی دارید راجع به موضوعات روز و همینطور هر خبری که پیرامون شما میگذره و بیشتر این که چنانچه تصاویر یا ویدئویی از رویدادهای پیرامون خودتون دارید برای ما بفرستید، حتما بازتاب داده خواهد شد در تفسیر خبر و برنامه های دیگه ایران فردا. با ما در تماس باشید. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم، با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سندو، سبلان، آسماری، کوساران، دنا، دلهو، دراک و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.